بهرویش، تولید و تأمین نهادهای کشاورزی. با یاد و نام خدا، سلام بر همه عزیزان. یکی از ساده ترین و در این حال مهمترین مباحثی که هر بهره بردار کشاورزی از جمله زارعین، باغداران و گلخانه‌داران باید مد نظر داشته باشند، نحوه اختلاط کوچ‌ها با هم هست. در این گفتار تصمیم دارم به صورت خلاصه به پاره ای از پر اهمیت ترین نکات اشاره کنم. نخستین نکته در مورد محدودسازی کوتهای جامد در آب هست. به این گونه که ابتدا 50 تا 75 درصد آب مورد نیاز رو در تانک بریزید. سپس حجم توصیه شده کود جامد رو به آن اضافه کنید و در نهایت پس از آنکه کود کاملا حل شد، تانک رو با آب به حجم کامل برسانید. در این رابطه باید دقت شود که کودهای جامد رو به آرامی به آب اضافه کنید و به خوبی اونها رو به هم بزنید. با این کار مانع از تشکیل ذرات بزرگ و به هم چسبیده در کل محلول میشید. دومین نکته در مورد اختلاط کودهای مایع با کودهای جامد هست. به این گونه که کودهای مایع قبل از کودهای جامد به تانک اضافه بشوند، چرا که کودهای مایع با تولید گرما در حل کودهای جامد اثر مثبت دارد. بهرویش، از جمله نکات مهم دیگری که میشه بیان کرد این هست که کودهای غلیظ رو با هم مخلوط نکنید. همچنین از ترکیب سولفات و ترکیبات کلسیومدار خودداری کنید، به این دلیل که رسوب غیر محلول گچ تشکیل میدهند. در مخلوط کردن کودهای اوره و اسید سولفوریک با دیگر ترکیبات بسیار دقت کنید. و اما در رابطه با آب‌های خیلی سخت که حاوی مقادیر زیاد کلسیم و منیزیم هستند، باید دقت کنید که با ترکیبات فسفات، پلی فسفات و یا سولفات‌های کلسیم و منیزیم مخلوط نشوند، چرا که رسوب غیر محلول تولید می‌کنند. به طور کلی برای محلول سازی کود خود از آب‌های با درجه سختی کم استفاده کنید. اجازه بدید اشاره ای کنم به اسید. همیشه اسید رو به آب اضافه کنید و هرگز آب به اسید اضافه نکنید. همچنین توجه شود که هرگز ترکیبات اسیدی رو به علت پرخطر بودن در اتاق نگهداری نکنید. همچنین هرگز هیدروکسید آمونیوم و یا آمونیوم رو به طور مستقیم با اسید مخلوط نکنید، به خاطر اینکه این فرایند به شدت سریع و خطرناک هست. و اما نکته پایانی، اگرچه بسیاری از مشکلات ناسازگاری کودها با اختلاط تدریجی برطرف می شوند، اما سعی کنید همیشه عدم حلالیت و ناسازگاری ترکیبات کودی رو از طریق مشورت با افراد خبره بررسی کنید. امیدوارم مطالب ارائه شده در این گفتار مفید واقع شده باشند. خدا نگهدار. www.behruyesh.ir